یه شرایطی هست از نظر اجتماعی که تو اون شرایط آدم میتواند از اون فرصت استفاده کنه و خدا رو وجدان کنه. شما میخواین ازدواج کنی، دور و برتون فک و فامیل خوبه، وضعشون پدرت وضعش خوبه، هم میگن نه ترس برو جلو، خدا کمک میکنه، ما هستیم، مام داریم قرص، بله خدا کمک میکنه. ولی اینا هستن، اصلش اینه که اینا هستن که خدا کمک میکنه. اما یه نفرم هست تعریف میکرد برای من، گفتش که وضع پدر ما خوب بود، این وضعش خوب بود، همه اینا، نمیدونم چرا همه یه دفعه قفل کردن، هیچکی اصلا به ما هیچی نمیگفت. بعد یه بار خواب دیدم، خواب دیدم به من برگشتن گفتن که هیچ کس تکیه پای تو نیست. بعد وقتی خوابش رو تعریف کرد آدم یه چیز ناراحت میشه دیگه، عجب من هیچ تکیه پایی ندارم. ولی وقتی دعای مشلول میخونی تازه میفهمی خواب یعنی چی. یا اماده من لا اماده، تو خواب خواستیم بهت بفهمونیم تکیه پای تو ماییم، خواستیم ناامیدت کنیم از بقیه. این موقعیت یک موقعیت استثنایی است برای خدا. خدا گفتن من تو واحد آپارتمانی خودمون که درا قفله، نیمه شب دارم خدا خدا میکنم و خدا رو رب العالمین میبینم. این وقت از توی بیابونی گم شدم، شب تاریک شده، حالا اونجا خدا رو میخوام رب العالمین ببینم، بگم همه جنبندگان عالم در ملک تو هم، در قبضه تو هم، در قدرت تو هم، از چیزی من نمیترسم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. عبادات ائمه علیهم السلام، مناجات اونها و خدا خدا گفتن رو ببین کجا بوده. ما همه چی برامون مرتب خدا خدا میگیم، اشکال نداره ها. حالا همینش هم فعلا بگیم توفیقه. یه شرایطی برای آدم پیش میاد تو زندگی، اون شرایط آدم رد میکنه البته. نمیماند. بیماری سخت، نگرانی، احساس بیکسی، احساس این که کار به آخر رسید، حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا. ما یک کاری کردیم که رسول فکر کنن دیگه تموم شد. اون لحظه ای که به مو رسید از مبارکتر جا انس رونا فرستادی بگیم ما هستیم، ما نترس، ما هستیم.